و سوال دوم هم اینی که در شبکه هرمله اعلام کردن که 1 میلیون سنی در تهران زندگی میکنه و حتی اجازه ساختن یک مسجد هم ندارن. لطفاً بفرمایید که آیا واقعا 1 میلیون سنی در تهران وجود دارن و با این جمعیت زیادی که وجود داره به اونا اجازه ساختن مسجد نمیدن؟ این یک سوال. ضمناً در همین شبکه این کارنشناسانشون در برابر سوال یکی از بیننده ها که از اونا پرسید که چرا در مکه اجازه ساختن مسجد به شیعیان نمیدن، گفتن با وجود خانه خدا در مکه کسی نیاز به ساختن مسجد نداره. لطفاً این قضیه یک بام و دو هوای این آقایان به اصطلاح مسلمان را بده. دست شما درد نکنه. ممنونیم. ممنونیم خواهر عزیز خانم احمدی. متشکرم از خانم احمدی. ممنون. متشکرم. الو. خب بله. البته آقا ما خیلی فرصت هم نداریم، نمیدونم بخواید اینو تلفنو قطع تلفنو داشته باشید ما این پاسخ این چند تا سوال رو بدیم، چون اگه فرصتی شد ما برمیگردیم و صدای گرم عزیزان رو میشنویم. خب بله این اجازه بدید من این از همین آخر شروع کنم. بله. که بله این رو تو این شبکه ها به قول یکی از بیننده سنیان بود گفت شبکه هرمله که ایشون خیلی ذوق زده شدن بر اینکه در تهران 1 میلیون سنی زندگی میکنه و من تعجب کردم. بلافاصله اتفاقا کامپیوتر دستم بود و وارد کامپیوتر شدم بگم که قضیه چیه. بعد جالب اینه که اگر نمیدونم دوستان ما الان میتونن این کلیپ 101 و 102 را پخش کنن. بله آماده است. 101 و 102. اگر آماده است پخش کنن من این جوابی که میخوام بدم دیگه یه مقداری کاملا مستند و مستدل باشه. ان شاء الله. اولی که شما انتقاد میکنید که چرا در ایران مساجد اهل تسنن یا سنی ها موجود نیست. من از شما سوال دارم که در عربستان سعودی در مکه معظمه که مرکز سرزمین وحی است در اونجا چرا بر شیعه ها اجازه مراسم به نظرتون آیه آخرانه است کسی کعبه رو رها کنه دنبال مسجد دیگری باشه؟ خب دیگه سنی ها چرا مسجد داره؟ دیگه سنی ها چرا مسجد داره؟ کعبه کعبه مال سنی هاست؟ مال همه مسلمان هاست. خب تموم شد. خب نه خب اونجا درست اما چرا مثلا در اطراف نواحی مکه معظمه چرا اجازه نمیدن که فرضاً شیعه ها مثلا برن اونجا عبادت مثلا در کدوم شهر مثلا در کدوم شهر از اطراف مکه مسجد برای شیعه هست که شیعه مسجد ندارن؟ در خود مکه معظمه در خود مکه کعبه مگر کعبه میگن مال سنی هاست؟ نه سر مال شیعه هم هستن. خب مگر مراسم بشه چرا مراسم سوگواری حسین چرا اجازه نمیدن؟ کجا اجازه نمیدن؟ در مکه معظمه. کی میگه اجازه نمیدن؟ نمیدون که حتی در منطقه قطر مردم رو به کشتار میکشن. به کشتار میکشن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونا مراسم شیعه مذهبی خود انجام میدن اونا رو به زندان میکشن. مطمئنی؟ بین حرفی که میگین مطمئنی؟ بله ما مطمئنم 100%. ما دیدم. متشکرم آقای اکبری. این کارشناس یا به قول مجری این شبکه میگه در کعبه در مکه شیعه ها مسجد میخوان چیکار کنن؟ بله. با وجود جایی همه مسجد اهل سنت داریم که برای شما عرض کنم مثلا نیازی به مسجد نداریم. جالب این است من الان همین لحظه که این چیز رو پخش میکرد رفتم وارد اینترنت مستقیما از اینترنت دارم میگیرم. اگر دوستان مانیتور من رو بدن برای بله. شما عرض کنم مانیتور رو لطف کنید. بله ببینید در یکی از این سایت ها برای شما عرض کنم برای شما همین که الان دارن از دامه ایم دارین خطش ریز ایم دارین مشکل هستیدن برای من تعداد 200 مسجد در مکه رو به قبله نیستن. عجب واقعا جالبه ها خیلی جالبه. از کجا نقل شده؟ از روزنامه رسمی سعودی گازت که شنبه 15 فروردین ماه 1390. یعنی شما اگر برید تو مکه از هر 100 متر
150 متر اهل سنت یک مسجد دارن. این چیز رو هم عزیزان ببینن، در حقیقت یک پژوهش میدانی است. کعبه که از کافیه دیگه، مسجد داره. ولی مسجد برای چی؟ ببینید، یک آقای عبدالعزیز بن صغر الغامدی آمده یک پژوهش میدانی نسبت به مساجد مکه انجام داده. اینم برای شما اسمم حوزه.net، این مفصل این قضایا را آورده. عزیزان برای شما عرض کنم، اجازه بدید من یه مقدار بیام پایین این رو ببینن دوستان و بینندگان عزیز، که جدول شماره 5 فاصله میان مسجد و خانه در وضع کنونی، یعنی در مکه مکرمه، در کمتر از 100 متر 213، 100 تا 190 متر 108 نفر، از 200 متر تا 299 متر 75 نفر. یعنی اینها آمدن گفتن مساجدی که ما داریم، یعنی 213 نفر اعلام کردند که در مکه در محله‌های مختلف ما هستیم، فاصله منزل ما تا مسجد 100 متر بیشتر نیست. در جدول بعدی آمده گفته که برای شما عرض کنم، این رو هم عزیزان برای شما عرض کنم ببینن، بد نیست. فقط در منطقه عزیزی که یه خیابان بیشتر نیست، همه اونهایی که رفتن مکه خبر دارن، خیابان عزیزیه در حقیقت حد فاصل میان میدان انقلاب تا میدان آزادی، شاید کمترم هست، فقط در یک خیابان 27 مسجد دارن آقایان، فقط در یک منطقه. در منطقه ظاهر، اونم شبیه کوچکتر از خود عزیزیه هست، 39 مسجد دارن. در منطقه جرول 19 مسجد دارن. در منطقه جمع، جمع این چیزها که جمع میشه 85 تا. بعد جالب اینه، میگه آقا در عزیزیه 27 مسجدی کمه، این 27 مسجد باید 35 مسجد تبدیل بشه. این آقا که میفرماید آیا عاقلانه است کسی در مکه مسجد داشته باشد؟ حالا یا این آقا عذر میخوام بینندگان رو داره احمق فرض میکنه، یا خودش عقل و شعورش رو کلن گذاشته لای خلاصه پارچه و پیچیده و انداخته تو خلاصه آشغالی رفته. میگه آقا در مکه شیعه ها مسجد میخوان چیکار کنن؟ نمیدونم والا آدم چه بگه. یعنی واقعا این دروغ های اینها، تزویر های اینها و اینطور. البته ما خوشحال بشیم اینجور. بله نه واقعا خیلی جالبه. میگه شیعه ها مسجد میخوان چیکار کنن در مکه؟ خب برن در مسجد الحرام نماز بخوانن. این 200 تا فقط مسجد، من هرچی گشتم اینم آمار کل مساجد مکه چند تاست نتونستم پیدا کنم، ولی 200 تا مسجد قبلش منحرفه و فقط در منطقه عزیزیه 27 تا مسجد دارن، در منطقه ظاهر نیستی 9 تا، در جرول 19 تا مسجد. یعنی در یک خیابان 27 مسجد برای اهل سنته. خب چرا آیان اهل سنت نمیان برن بیت الله الحرام نماز بخوانن؟ این مساجد رو میخوان چیکار بکنن؟ خب شما بفرمایید در تمام مکه که شاید 600 700 یا 1000 تا مسجد داشته باشه، یک مسجد برای شیعه به ما نشان بدید. در سراسر مدینه منوره یک مسجد برای شیعه به ما نشان بدید. یا در منطقه قطیف احسا، حتی شیعیان تو خانه های علما نماز میخواندن، خونه ها رو بستن. الان شما ببینید چقدر از علمای شیعه از منطقه قطیف و احسا تو زندان هستن. اگر بناس شما حرف حق بزنید، خب همه جو حرف حق بزنید. اما اینکه نکته بعدی رو اگر اون کلیپ بعدی رو اگر پخش کنن دوستان ممنون میشم. بله، در یکی از سایت ها بود که بعد از این که ما این مطلب را قرائت کردیم، اون سایت رو هم اون مطلب را از اون سایت رو برداشتن. به الحمدلله به این یکی رسیدیم. قبل از این که این رو بردارن ما این رو بخونیم دیگه، فردا اگر خواستن نباشه، چون فردا در این سایت سری بزنید این مطلب رو نخواهید یافت. این رو یادداشت بفرمایید بینندگان عزیز، در موضوع ندای انقلاب حتما فردا مطمئنن این مطلب نیست. 99% من میگم که این مطلب از این سایت هست میشه، چون مطالبی که من قبلا از سایت های دیگر میخوندم الان کلا نوشتن که مطلب وجود ندارد و مطلب حذف کردن. از جان بیان قبل از این که امروز حتما سر بزنید، تا دقایق دیگر حتما سر بزنید قبل از این که حذف بشه.
این رو برای کسانی که صدای قاسم شنیدن، خود قاسم میدونست، قطعا میدونست، بالاخره مسئولینش ایشون رو جلو کرده بودن که این پیام رو به هر صورت بیاد فضا رو گلالود بکنه، اما برای اون دسته از کسانی که این اطلاع رو ندارن. به گزارش ندای انقلاب به نقل از شیعه آنلاین، یک منبع آگاه، این شیعه آنلاین، سایت شیعه آنلاین مطلب اصلی که داشت اون رو دیگه ازش حذف کردن و الان فقط در این سایت وجود داره. قبل از اینکه این رو حذف کنن حتما کپی بگیرید، سایت های دیگر وبلاگ ها همه از اینا کپی بگیرید قبل از اینکه این رو دیگه هم حذف کنن. آقا قاسم شما هم اینو یادداشت بفرمایید، به مسئولینتون بدین معلومات اشتباهی بهتون ندن. به گزارش ندای انقلاب به نقل از آنلاین، یک منبع آگاه از مرکز آمار جمعیت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار ما گفت بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سراسر کشورمان که در یک ماه گذشته انجام گردید، بیش از 1,000,000 سنی مذهب ساکن استان تهران به عنوان پایتخت شهر، پایتخت تشیع جهان هست. البته شهر تهران بود، الان این به این صورت شد. این منبع خیلی ممنونیم، متشکرم از همکاران عزیز که سریع چیز کردن. بله. خب اولا ایشون میگی که یقین دارم، اطمینان دارم این رو حذف میکنن. عزیزان اگر مانیتور من رو بدن با آنتن ممنون میشم از شما. الان من همین جا که ایشون داشت صحبت میکرد من همین رو در گوگل سرچ کردم، 1,000,000 سنی در تهران. بفرمایید حدود 200 سایت این رو گذاشتن در چیزاشون، نه یکی نه دوتا. این هم که ایشون میگه قطعا، این هم ندای انقلاب که گفتن برمیدارن. الان حدود 1 هفته از حرف این آقا داره میگذره، هنوز در این سایت این عبارتی که ایشون نقل میکرد هنوز وجود داره، یعنی هنوز از سایت ندای انقلاب هم بر نداشتن. این دیگه عبارتهاییست که ایشون میگه من اطمینان دارم، یقین دارم. بر اگر دیگر اطمینان حضرت عالی هم این هست باید بگیم و علل اسلام السلام. اما نکته دیگر، من وقتی که پای تلویزیون بودم دیگه بعد از نماز صبح و تکرار من میدیدم، گفتن آقا این در حقیقت چیه؟ مال یکی از مسئولین مرکز آمار همچی چیزی گفته، اونم از سایت شیعه آنلاین. من بلافاصله تماس گرفتم با مرکز آمار تهران، اینم سایت مرکز آمار ایران هست دوستان، میتونن ببینن. برای شما عرض کنم amar.org.ir. بعد من با یکی از این دوستان گفتم آخه این قضیه چی که نقل شده، که از قول یکی از مسئولین آمار گفتن 1,000,000 سنی در تهران وجود داره. گفت هر کس گفته غلط کرده گفته، چون ما اصلا در فرمی که برای مردم میدیم بحث شیعه سنی مطرح نیست برای ما، اصلا نداریم. حتی رئیس مرکز آمار هم خبر نداره که اصلا تو کوچهشون تو خیابانشون چند تا شیعه داره چند تا سنی داره. گفتم میشه این فرم آمارگیری رو برای من ارسال کنید؟ گفت آقا در همین سایت داریم، که من نتونستم ایشون راهنمایی کرد من گرفتم. عزیزان مراجعه به ملاحظه کنن فرم شماره 2 پرسشنامه خانوار سرشماره عمومی نفوس و مسکن 1390. ببینید الان من همینطوری من میام پایین، بفرمایید عزیزان برای شما عرض کنم این که وقتی میخواد بیاد، بله در رابطه با چیز، این کل چیزیست که حالا من نمیدونم این دوستان خوب میبینن یا نمیبینن، این داره من بزرگتر کنم. فقط از دین سوال میکنن مسلمان هستی یا نیستی. این فرم آمارگیری است که مرکز آمار در اختیار عموم کارمنداش گذاشته، از مردم نظرخواهی میکنن. مردم دنیا ببینید که این آقایان چطور دارن دروغ میگن، چطور دروغ میبافن، چطور دارن دروغ میبافن. اصلا در این فرم آمارگیری مسلمان، مسیحی، آشوری یا کلدانی، ارمنی، سایر مسیحیان، اصلا گزینه‌ای به نام مذهب وجود ندارد. همین این... نماز رو یه دلیل حقانیت ماست که اصلا نمیخوام اختلافی بین این قضایی بله. باشه. اگر دوستان متشکرم اتاق فرمان. و جالب این هست که این آقا وقتی داره نقل میکند از مرک شیعه آنلاین، من رفتم دیدم شیعه آنلاین بلا فاصله فردا اومده چیکار کرده؟ تکذیب کرده و گفته اصلا همچی چیزی
اون فردی که آمده خودش رو به عنوان مأمور و کارمند آمار اعلام کرده، این قضیه دروغ بوده و تکذیب کردیم. در سایت های مختلف هم این قضیه برای شما عرض کنم تکذیب شده. اگر دوستان عزیز همین برای شما عرض کنم در گوگل بزنن تکذیب 1,000,000 سنی تهران، در همون ردیف اول، اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن دیگه، چون امروز الحمدلله وضع چیز خوبه، کامپیوتر ما به اینترنت وصله امروز با همه مشکلاتی که داریم ما اینجا. خب بفرمایید، این خود شیعه آنلاین که این آقا خبرش رو استناد کرده به او، ایشون رسما آمده تکذیب کرده. بفرمایید، تکذیب 1,000,000 سنی ساکن پایتخت جهان تشیع با این چیز. اگر شما امانت دارید، یک حرفی میاد، یک مطلب چرتی میزنه، پرتی میزنه و بعدم میاد تکذیب میکنه، آقا این دروغ بوده، این نادرست بوده، خب این رو شما میخواد چه کار کنید؟ فردای قیامت چه جواب شما برای این قضایا دارید؟ نه تنها خود شیعه آنلاین تکذیب کرده، بلکه باشه 30 تا 40 تا سایت دیگه اومده تکذیب کرده. این آقا اگر واقعا مأمور یا کارمند برای شما عرض کنم مرکز آمار بوده، چرا اسم شما عیان نکرده؟ یا نمیدونم این باعث شده که مسئولین نظام جمهوری اسلامی چنین و چنان اینها. ببینید این زمان آقای بزرگوار دیگه گذشت که شما بخواهید با تزویر، دروغ، افترا، بهتان بخواهید مطلبتون رو بماسانید. خب من یک سوالی از این آقایان دارم، آیا شما مسئولین هر کشور را اولوالامر میدانید یا نمیدانید؟ یا نه صدام اولوالامره ولی مسئول نظام جمهوری اسلامی اولوالامر نیستن، نه سجل اولوالشیطانن، آقای ملک عبدالله ملک فهد اولوالامره، آقای اوباما اولوالامره ولی مسئولین جمهوری اولوالامر نیستن. مگر شما نمیگید اطاعت از اولوالامر واجبه؟ خب شما تو این 30 سال گفتید آقا ما هم مسجد گفتم صلاح نمیدانم، چرا در برابر اولوالامر به این شکلی داره چیز میکنید؟ یا باید بگید آقا ما تمام مسئولین کشورهای جهان را شیعه سنی جنایتکار را اولوالامر میدانیم، ولی ما مسئولین جمهوری اسلامی را چون مشرک هستن، کافر هستن، لا مذهب هستن، اینها را اولوالامر نمیدانیم. خب زمان امام راحل آمدن گفتن، چون گفت صلاح نیست. بله. بعد از اون آمدن گفتن حالا ما نمیخوام، بله، نمیخوام دفاع کنیم نه غیره، منظور تو شیعه است. بله بله. اینجا وقتی که شما سوال میکنید مسئولین یک نظام روی یک مصالحی، میگه آقا ما صلاح نمیبینیم در تهران، شما مسجد داشته باشید. اگر واقعا، مگر خود جناب عمر نمیگه ات ال امام ولو کان عبدا حبشیا، این ضربک فصبر، این امرک فصبر، حتی این امرک به امر ینگس دینک فقل سمع و طاعه؟ آیا به قول با اوکه تجر، به قول های محسنی و با ایلا تجر؟ بله.